بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، قبل از اینکه بخوام حرفامو راجع به مسائل اخیر بزنم، جا داره که یادی کنیم و گرامی بداریم روز 5 اردیبهشت، سال روز شکست آمریکایی‌ها در طبس، عملیاتی که آمریکایی‌ها به عنوان پنجه عقاب نامگذاری کرده بودند و برای نجات گروگان‌های آمریکایی به قول اونها یا جاسوس‌های لانه جاسوسی طراحی شده بود تا به قولی به صورت نظامی بیان عملیات چریکی کنن و آزاد کنن و یک سری کارهای دیگه بکنن، و وقتی که به دست قوه الهی تجهیزاتشون با طوفان شن در هم کوبیده شد و عملیاتشون شکست خورد، آمریکایی‌ها از طریق رادیو شکستشون رو سریع اعلان کردن که به قولی پیام رمز شده‌ای بود، و از اونجا نیم ساعت بعدش بنیست دستور بمبارون تجهیزات آمریکایی و این چیزا رو میده که اسناد سری که راجب ادامه عملیات و مواردی که میخواستن دنبال کنن بود از بین بره. تو این ماجرا هم 3 تن از افراد خصوصا فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده یزد یعنی محمد منتظر قائم، فرمانده سپاه پاسداران یزد، همراه 3 تن از پاسداران به شهادت میرسن. خلاصه یکی از روزهایی که آمریکایی‌ها تحقیر شدن و شکست خوردن، شکست خیلی مفتضحانه، که اما چند تا مسئله اینجا داره که خیلی مهمه. یکی همین پیام رسوندنشون از راه رادیویی، یعنی شما فقط فکرشو بکنید، خیلی فوری از راه رادیو آمریکا به صورت سراسری پخش کردن و کل دنیا فهمید، یعنی شکستشون رو اعلان کردن. چه نیازی داشت؟ فقط به همین نکته فکر کنید. مثلا بعد از عملیاتی که ایران در عین الاسد انجام میده، خیلی زمان طولانی میکشه و بعد ترامپ میاد با اون نفس زدن و لهله کردن و نشونه ترس خیلی واضح، یعنی زمانی با اینکه زمانی مصرف کردن که بیانیه‌شون رو به قولی تکمیل کنن، تنظیم کنن، بازم با ترش میاد اعلام میکنن، ولی تو اونجا میاد نیم ساعت بعدش تو رادیو به صورت جهانی اعلام میکنن شکستشون رو، و بعد نیم ساعت بعد از اعلانش F-14 به دستور بنیست بلند میشن و اون منطقه رو بمبارون میکنن، جوری که 3 تن از افراد سپاه که به قولی وظیفه مراقبت از تجهیزات رو داشتن به شهادت میرسن. حالا در این چند تا ویدیوی قبل شکست اسرائیل در همه زمینه‌ها رو به قولی مورد بررسی قرار دادیم، از الگوهایی که استفاده می‌کنن و برای اینکه به قولی پاتفندی که می‌خوام بزنن، کارهایی که می‌خوام بکنن تو خصوصا عرصه عملیات روانی اینا رو بررسی کردیم، و یکی از چیزهایی که همونجوری که دیدیم و الان داره اتفاق می‌افته، البته من 2 مورد رو از 2 طرف می‌خوام بهش نگاه کنم، یکی یعنی 3 مورد رو میگم. یکی که تغییر پروژه‌ای که از IDF بهشون به قولی تعیین پروژه‌ای که شد برن بحثو بزنن رو اون مصرف به قولی مادی، یعنی پولی که داره ایران خرج میکنه واسه موشکه توی حوزه داخلی رو اون کار کنن. چرا؟ چون اولش اومدن با قضیه گشت ارشاد کارشون رو انجام بدن، نگرفت. خب چون تو جنبش اخیر خیلی از دستای داخلیشون گیر افتادن و اون پتانسیل، اون چی میگن، اون انرژی لازم و هدایتگرهای لازمش رو ندارن، نمیتونن انجام بدن. مثلا همینجا یه سوال میپرسیم، آقا چی شده که الان طرح نور که البته صحبت کردیم راجبش، اصلا گشت ارشاد نیست، این عملیات روانیه، خیلی هم بازی خوردن تو این قضیه، خب چیزی عوض نشه که هنوز داره میشه دیگه، اما چرا از صدر افکار اومد پایین؟ چون پروژه از بیرون شکست خورد، دست خارجی مشروط بود. حالا چند تا ویدیو صحبت کردیم راجبش، به قولی دیگه بازگویی نمی کنیم. اما مسئله دیگه ای که تو حوزه دیپلماسی میتونم بگم، شاید دیپلماسی افکار عمومی داخلی با توجه با استفاده از دست براندازان خجالتی و به قولی سرمایه اجتماعی غرب گداها در ایران روش به کار ببرن، اون بحثه به قولی چرا پولا رو میدیم سوریه، نمیدونم ما اینجا فلان داریم، پولا رو بدیم تایدو، نمیدونم لوازم شوینده و این چیزا به جای موشک بخریم و نون بخریم و این صحبت ها رو اون بوده که الان داریم میبینیم دیگه. خیلی افتادن
دارید میبینید، از اون براندازای اونوریش مثلا مثالای زیادی خب خودتون دارید میبینید، یارو از کرکس کلنشین بگیر تا فلان و نمیدونم معیوس فلان، همه دارن سعیشون رو میکنن اینجا رو ضریب بدن، بالا بیارن، به قولی ارزش گذاری چی میگن بازخورد اجتماعی ازش بگیرن، بتونن بالا بیارن، بتونن باش کار کنن، که نمیتونن، چون اون هم حالا دلیلی داره، موضوع بحث هم نیست، اما دارن میکنن دیگه. مثلا طرف اسکل تروریست رسانه‌ای که پهباد تروریستای چیزو توی سوریه میاره به عنوان پهباد شاه ایران، مثلا توی عملیاتی که عملیات وعده صادق علیه رژیم آپارتاید پهباد شاهد استفاده کرده، اون میره یه پهبادی که اصلا تابلو فلانه میاره به مثلا به سیم برق گیر کرده اون فلان میکنه، مثلا این کارو میکنن، بعد حرفشون در ادامه اینه که چرا پول داریم خرج میکنیم و این صحبت که اونم یه مبحثه، حالا صحبت کردیم به اندازه کافی برای این موقع، چون به نظر من نمیگیره، من روش چیز نشون چیز نمی کنم، به نظرم اون گشتر شده مهم بود و خدا رو شکر به موقع ایرانی های وطن پرست به قولی فرق مهم و اهم و فهمیدن فرق مسئله رو متوجه شدن و اونم الحمدلله فعلا تا اینجا خونساه و مسائلی که حولش مثلا سلبریتی ها اینها میتونستن بیان وسط ها این کارا رو کنن، حالا یه مسئله اینجوریه منطقه داره اتفاق میفته که میگم ایران داره تو این زمینه هم بازی میکنه، نمیتونن. مثلا شما فرض کنید اگر عملیات اسرائیل، اون عملیات ریزبرنده های پشه‌ای، عملیات پشه‌ای مسخره، اگر یک کمی میتونست مثلا تأثیر بیشتری داشت، میدان اونها عملیات جبهه روانی هم به اون سمت میکشید و تو اونجا هم میتونستیم نگران باشیم، اما میدان کارش هم تو آفن هم تو پدافن هم تو تهاجم هم تو دفاع جوری عمل کرد که خوشبختانه الحمدلله به حول قوه الهی به قول این سایر زمینه ها هم به دنبال خودش کشیده و پیروزی های مختلفی برای جبهه حق و جبهه ایران حاصل شده و شکست های خیلی زیادی برای آپارتاید و رژیم و به قولی دجال ضد مسیح یزیدی های زمان شکست های زیادی خورده انقدر. و اما مسئله دیپلماسی یعنی سیاست بین الملل و این صحبت هم یه مسئله که لحاظ دیپلماسی تو فضای سیاسی و این چیزای دنیا هم داره پیش میرم، چند تا نمونم مشاهده کردیم تو اونجا هم خیلی خوب کار کردیم. مثلا یه نمونش که تو این حوزه میخوایم تو همین چند تا حوزه چند تا مصداق بیاریم و بعد دیگه یه مقدار اصل حرفامو زدم این بوده، حالا یه چیزای دیگه مثلا یعنی میخوام واسش مصداق اینو بیارم. مثلا وزیر خارجه اسرائیل میگه که برنامه موشکی ایران جهان رو به خطر میندازه. I call on، من میخوام از وزرای خارجه اتحادیه اروپا که تحریم ها که تحریم کنن ایران و برنامه موشکی ایرانو. بعد در ادامه نوشته ما باید ایرانو متوقف کنیم الان قبل از اینکه خیلی دیر بشه. اولا این خودش چند تا پیام داره، همون جوری که توی صحنه سازمان ملل برد پهبادا رو نشون داد و شکست دیپلماتیک و شکست عرصه افکار عمومی سنگینی براشون بود، این پیامی هم که به اتحادیه هم دارن شکست زیادی واسه شونه. من مخالفش رو میخوام بیارم و تو همینم دوتا مسئله رو مطرح کنم. اولا که دیره اگرم فرضاً چیز کنیم، چون برنامه موشکی ایران قولی دیره به همین سادگی. دوما چرا اتحادیه اروپا، وزرای خارجه اتحادیه اروپا بعد نمیگه من اسک میکنم، درخواست میکنم، ریکوست میکنم، نمیدونم میخوام فلان، میگه آی از بالا به پایین داره یه نگاه تهدیدآمیزی به اونا میکنه و مثلا میگه آی کال اون سکرتری، مثلا پرزیدنت یا رئیس جمهور میگه که از وزیر خارجه‌ام میخوام که این کار کنه. معمولا تا جایی که حالا سواد دیپلماسی با بین الملل من تخصصی ندارم، ولی تو زبانش چیزی که میفهمم اینه دیگه، معمولا مثلا رئیس جمهور آمریکا به مثلا وزیر امنیتش میگه که من اونو ازش اینو خواستم این کارو بکنه، نگاه بالا به پایینی داری انجام میده، یعنی درخواستی که برو انجامش بده.
این یه مسئله. و این دورش خودش قبلا صحبت کردیم دیگه، گذشته از این که دیگه اینا دنیا رو اونقدر به حد بردگی خودشون بدونن و کشورهای متفاوت دارن واکنش نشون میدن، دارن بیدار میشن، اصلا خسته شدن از این ادبیاتی که بر علیهشون استفاده میشه، دوباره همینم هم یه شکست براشون. یعنی فکر نمی کنم الان اسرائیل تو شرایطی باشه که بتونه با این لحن حرف بزنه و وزرای خارجه اتحادیه اروپا بپذیرند تو حوزه ضعف. خب این یه مسئله. مسئله سوم این که ببینید تحریم های معمولا، خب تحریم هایی که براشون قابل اثر بود در دورهای گذشته تحریم های آمریکایی بود، تحریم های بین المللی و اینها تو مسئله برجام و به بعد و فلان با خروج آمریکا اینا، نمیخوام باز کنم مسئله رو، فقط یه اشاره میخوام بهش بکنم. بیشترش تحمیل آمریکا بود و تحریم ها که آمریکا میکنه. ببین شما دیگه چقدر چیزی برای تحریم کردن ندارن. اولا معمولا یعنی تا جایی که حداقل خاطر من، البته ممکن من اشتباه کنم، ولی تا جایی که من میدونم خطاب گذاشتن اروپایی ها برای تحریم، انگار که ما چقدر مثلا ما با اروپایی ها خیلی چیز داریم و فلان، خب منطقه در نمیاد. در این حالی که این پیام میرسونه دیگه چیزی واسه تحریم کردن ندارند، فقط به قولی صادق صدیقی رو، کاظم صدیقی رو تحریم کردن، فولاد خوزستان رو تحریم کنن، دیگه چی مونده تحریم کنن؟ مونده فرمانده سپاه تحریم کنن مثلا نره آمریکا، خب اثری نداره. و در این حال دیگه خود آمریکایی‌ها اصلا برگی ندارن توی این قضیه تحریم ها. البته که لحاظ زبانی که داره استفاده میشه داره به آمریکا یا پیامو میرسونه، چون آمریکا با قضیه من صحبت کردم اسرائیل فروخت و فلان و بهمان این حالا من خیلی اونورشو گرفتم، اما یه چیزایی هم مشهوده که آمریکایی هم خستن از بازیای اسرائیلی توی به قولی اسکل خیلی متفاوتی در نظر بگیریم، زیاد درش باز نشیم و اینها، و اینها هم از صدا به قولی به این سمت رو آوردن. و دو تا مسئله است تو همین، البته در لفافه گفتم ولی فکر میکنم گویا باشه به اندازه کافی. درست از لحاظ نظامی و تأمین مواد جنگی اسرائیل اینا داره آمریکا انجام میده، فرماندهی عملیات دست اونه، اما لحاظ سیاسی مثلا و بحثایی که روابط بین الملل و تجاری یا این چیزا پیش میاد مسئله خیلی فرق میکنه. آمریکایی‌ها باید به افکار عمومیشون توضیح بدن، باید جواب داشته باشن براش. درسته الان دارن سعی میکنن تو دانشگاه‌های مختلف صدا رو خاموش کنن، پلیس میبرن تو دانشگاه‌هایی که تو خصوصا آمریکا برای ساکت کردن و سرکوب کردن تظاهرات ضد صهیونیستی که به قولی گارد ویژه میبرن داخل دانشگاه دستگیر میکنن و از اینجور صحبت ها که درسته. ببین برای ایرانی ها میان فیلمشو درست میکنن، الغا میکنن که آی پلیس اومده تو دانشگاه فلان، حالا چی بیرون دانشگاه مثلا فلان شلوغی ها رو چیز کرد، اما اونا واقعا دارن میکنن. نیروی ویژه وارد حیات دانشگاه به قول کمپس میشه، دستگیر میکنه، دستبند زده، سوار ون میکنه، باقی کتک میزنه، میبره. داره سعی میکنه اینجوری به قولی اول افکار عمومی رو کنترل کنه، چون یه مسئله رأی گیری هم دارن، ولی خب داره سعیش رو میکنه، داره برنامه ریزی میکنه البته برای آینده که بگذاریم. زیاد چیز نداره، زیاد البته مهمه اما موضوع بحث نیست. برگردم به اون اصل قضیه I call on the به قولی من میخوام که وزرای خارجه اتحادیه اروپا فلان کنند. آها راستی برنامه های قبلی بهتون گفتم فکر میکنین چرا داره اسرائیل مثلا میگه برد موشک ها 3000 کیلومتر. اونجا همونجا باز کردیم، گفتیم که یعنی همه اینا رو قبلا باز کردیم با الگوهایی که داشتیم، الان میبینیم که مصداق داره میده، یعنی داره شواهد میاد، شواهدی که بیشتر از تحلیله و فکته، و البته فکت داشتیم ولی خب حالا خیلی دیگه واضح بشه. گفتیم چرا میگه 3000 کیلومتر؟ میگیم میخوادش که
اروپایی ها رو بترسونه. چون شما یعنی چی؟ یعنی مثلا موشک 3000 کیلومتر داره، مثلا به جای اسرائیل الان میخوایم بریم مثلا مراکش رو بزنیم، بریم مصر رو بزنیم، مثلا بریم اونور دریای سیاه رو بزنیم. نه، تو بازی عملیات روانی داخلی برای ایران هم که میگه ما بردمون بیشتره، یعنی چی؟ یعنی از ایران میخوای رد کنی بری هند رو بزنی. برای ما این بحث ترسه رو میخواستم پیش بیارن که مسخره بود، برای خودشون برای بازی تو این پلن، تو این نقشه، تو این نقشه که ببینید اروپایی یا موشکای ایران به شما میرسه. و این هم که حالا تو این زمینه هم شکست میخوره، چون میدانه کاری کرده که مثلا خود اروپایی ها دیگه این ادبیات رو تحمل نخواهند کرد. من الان میگم، اما فکر میکنم به زودی ببینیم که صحبت هایی بشه از این که یعنی شما ببینید که چون خیلی مدلاشو داره میبینیم دیگه، که بیان مثلا اعلان انزجار کنند و اعلام کنند که آقا این ادبیاتی که داره، ما به قولی وزیر تو نیستیم، که ما فلان تو نیستیم، که ما بسار، چون هیچکی دوست نداره نوکر رو برده باشه. کشورها رو مستعمره کرده. الان فکر نکنین عربستانیا دوست دارن گاوه شیرده باشن، نه، مجبور شده افتادن تو یه خانواده، یه چیز همه چیز رو کنترل کرده، اینا جرأت حرف زدن ندارن، بجز قبایلی که مرتبط به آل سعودن و وضع پول دارن میگیرن ساکت بشن. همون پولی که داره میگیره، بورسیایی که شما میبینید، بچه های سعودی که تو کشور خارج رو میبینید، ببینید دیگه اونایی که با سعود مرتبطن چقدر بورسیه بیشتر میگیرن، اون یکی ها چقدر وضعشون متفاوته. مثال دارم میزنم، همونی که پول میگیره خفه خون باشه، هم اونی که کمتر داره میگیره ولی میترسه، دوست نداره هیچ که خره دیگری باشه. الان فکر نکنید مثلا رضا پهلوی خیلی دوست داره حمال اینا باشه، نه، مجبورش میکنن. زیره به قولی مثل یه فاحشه‌ای که یه توفه پول انداختن هر کاری باید بکنه و یه همچه حالتی دارن. ولی ما یه جایی که قدرت رو حس کنن و احساس خطر کمتری کنن، خصوصا به لطف و برکت نیروهای مقاومت، به قولی نیروهای مقاومت، این اعتماد به نفس رهبران، خیلی از رهبران کشورهای دیگه پیدا کنند و ترسشون بریزه، خیلی مسئله متفاوت خواهد شد. به عنوان مثال چند تا رفتار بعضی از کسایی که جزء به قول نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا اینا رو یه نگاه بکنیم. میگه که در مورد حمله بی سابقه ایران به اسرائیل طوری برخورد میکنید گویی ایران یک روز از خواب بیدار شده تصمیم به این کار گرفته. As if Iran woke up one day and decided to strike Israel out of the blue. As if Israel's targeted attack on the Iranian embassy in Syria. As if Israel's targeted attack on the Iranian embassy in Syria. As if همه بیرون از این اتاق میدانند که علت تشدید تنش اسرائیل است. همه میدانند که اسرائیل در تلاش است تا درگیری ها را در منطقه گسترش دهد، تا نسل‌کشی خود علیه غزه کمتر به چشم بیاید. و همه میدانند که اتحادیه اروپایی که در طول 7 ماه از مخرب ترین جنگ تاریخ نتوانست اسرائیل را محکوم و تحریم کند. خیلی جالبه این قسمتش رو تکرار میکنم. یه اتحادیه اروپایی که در طول 7 ماه از مخربترین جنگ تاریخ نتوانست اسرائیل را محکوم و تحریم کند. شما یک مثال دیگه بیارید، فقط یه خورده شبیه به این جنگی باشه که این همه غیر نظامی داره کشته میشه، این همه اهداف غیر نظامی، شهر داره بمبارون میشه، نه میلیتری بیس، نه پادگان، نه به قولی دوتا نیروی جنگن که با هم بجنگن، به قولی بوم بر علیه مردم داره اتفاق میافته. و اما این هم به خاطر کنترلی که سیونیستا با تو ارکان حقوقی و چیزهای مختلف رسانه‌ای، خصوصا رسانه‌ای و افکار عمومی دنیا داشته اند دیگه. اما این سد شکسته بود قبلا، الان ریزش کرده. بلافاصله و به اتفاق آرا ایران را به دلیل انتقام جویی قاعده من کنه که حتی کسی را نکشته محکوم و تحریم کنه. تحریم کردن جهان در حال تغییر است. پروژه استعماری شهرک نشینی شما فاش شده.
اسرائیل ابتدا ایران را بمباران کرد. اینجا جهانبینی امپریال، ولی اینجا جهانبینی امپریالیستی در جریان است. چطور شد که انقدر از مردم خاورمیانه متنفر شدید و سعی کردید آنها را از قلمرو حقوق بین الملل خارج کنید؟ چطور شده این؟ این پنج سال گذشته کشورهای اتحادیه اروپا از طریق فروش تسهیلات و دخالت مستقیم نظامی در جنگ شریک جرم بودند. دخالتی که نتیجهش کشته شدن 400 هزار نفر در یمن و نسل‌کشی در غزه که پیش از 100 هزار کشته و زخمی در فلسطین داشته. در تحریم‌ها علیه سوریه و ایران دست داشته اید. تحریم‌هایی که سالانه ده‌ها هزار نفر را می‌کشد. مرگ‌هایی که قابل پیش‌گیری است. ما در اینجا بحث‌های بی‌پایانی در مورد حقوق بشر داریم. اما این افرادی که برای نابود کردنشان رأی می‌دهیم، او یا حقوقی ندارن، حقوق بشر ندارن. شما وانمات میکنید که اتحادیه اروپا متمدن است، در حالی که کت و شلوار پوچیده اید با رأی های خود مردم را محکوم به مرگ میکنید. برای توجیه اعمال خود آشکارا دروغ میگوید. کارهای شرورانه ای که برای شما ساده است. این مکان لکه ننگ بر انسانیت است. تصمیم اروپا علیه ایران طوری است که گویی حمله اسرائیل به نمایندگی دیپلماتیک در دمشق را نادیده می‌گیرد. هزاران حمله هوایی به سوریه توسط اسرائیل صورت گرفته و اماکن دیپلماتیک بمباران شده، اما فقط نتانیاهو مجاز به انجام این کار است. فلان و بمان به قول اعتراضات نماینده های مختلفی که داره اتفاق میفته. و البته دیدیم حالا مثلا تو سازمان ملل اینها، حالا اکثرانشون تو اتحادیه، تو سازمان ملل که شکست خوردن، تو اتحادیه اروپا هم که شکست خواهند خورد. حالا نظرات مختلف و اینا به قول آدم زیاد دارن اونجا، چون سازمان ملل کشورهای مستضعف هم بیشتر نقش دارن تو اتحادیه اروپا. اروپای شرقی صدایشون، مثلا همین حالا کشورهایی که صدایشون کمه، نمیتونن، جرئت ندارن فلان کنن، بیشتر تحت سلطه یک چند تا کشوره، انگلیس و فرانسه و آلمان هم که سگ خودشونو بیچاره. اصلا آلمانیه که بدبختن، هیچ اصلا استقلال هم ندارن، بدبختا. ولی اروپای شرقی تو دستشون. ولی تو سازمان ملل حالا کشورهای آسیایی هست، نمیدونم آفریقایی هست، آمریکای جنوبی هست و خود خاورمیانه یا اینها هم هستن. یه ذره مسئلهشون بیشتر شکست میخورن. تو اتحاد اروپا هم همین خواهد بود، چون تو همین قضیه هم میبینید مثلا اسپانیا، ایتالیا، نخست وزیر فلان، اینا هم دارن مسئله میافتن. مثلا این نمایندگان آیریش که آیلندی که ایرلندی که مثلا خب البته افکار عمومی هم تأثیر داره، مردم ایرلند هم به خاطر ظلم و ستم و استعماری که توسط انگلیسی ها شدن و اصلا دعوای خونی پدر کشتگی که با انگلیسی ها دارن، به طور کلی البته مردمش هم پابلیک چیزا اینها یه مقدار بیشتر اصلا میبینید فدراسیون استادیوم فوتبال و راه به ماییاشون و فلان، اینا بیشتر دلشون با ماست. یا مثلا که حتی تو البته حزبای چپ و ایناشون هن، ولی یعنی دارن راستی ها اینایی که سرسپرده باشن اینا، مثل پولیش پولها لهستانی ها که مردم خیلی متفاوت، خیلی اختلاف دارن با دولتشون، نیست ایرلند به طور کمتری است. حالا کاری به اون مسائلش ندارم، نمیدونم چرا گلوم گرفت، یه چند دقیقه دیگه برمیگردم. اما بگذاریم از این موضوع. خب بالاخره واضح و آشکارتر خواهید دید به زودی زود. اما دو تا مسئله دیگه میمونه، یکی اپوزیسیون خارجی، یکی اپوزیسیون داخلی، یکی براندازان، یکی براندازهای خجالتی. این بنده خدایی بود که صحبت کرده بود با اون دختر فلان، بعد میخندید، خیلی هم پربازدید شد. یه نمونه بزنیم با این اسمش چی بود خدای این با این 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 کمدی کار ایرانی
مز نمیدونم چی بود، حالا یادم نمیاد، که زن هندی داره فلان. حالا مهم نیستش، مهم اینه که در مقابل این اون حرفایی که معمولا همونه که اومده تو تظاهرات ززا به قولی شعر میخون، یه شعر خنده‌دار مسخره‌ای میخون، یک و دو و سه و چهار نمیدونم ایران فلان، یادم نمیاد دقیقا، ولی یه شعر خیلی مسخره‌ای به عنوان مبارزه با رژیم میخوندن. اما در برابر یه تحلیلگری که البته اون ببین با مجبورن دیگه، این دیگه نمیتونه بهش بگه مزدور سپاه فلان، دست بسته میشه و به تایید میکنه و فکر کنم سطلی ها به قولی لجنخورای سطلی بریزن سرش. ببین یه چیزی هم، چطور افکار عمومی جهانی حتی روی براندازای فلان هم تأثیر میذاره. این تو این برنامه الان همین مز نمیدونم اسمش فاملیشی بود، مز نمیدونم چی مثلا این کله کچله یه استنداپ کمدین فارسی بلده که یه زن فکر کنم هندی داره و مثلا جوکایی که مثلا من ایرانی ام و اینجوری از این ایرانی ها توی خلاصه توی جامعه فارسی زبون است یا ایرانی های خارج کشور اینا، ببین چه تأثیری روش داره. الان میخوام مثلا ببین خودش چطوری حجم میشه اینجا. مناظرهایی که راجع به اسرائیل میکردم تو برنامه پیرز مورگان، خانمی که در جناح راست اسرائیلیست گفتش که نه نه مردم ایران میخوان توسط اسرائیل بمباران بشن و من خیلی بلند خندیدم و گفتم واقعا مردم ایران میخوان اسرائیل اونا رو بمباران کنه؟ مردم ایران میخوان اسرائیل بمبارش کنه. بعد به این مزه الان میگه، میگه تو همین الان گفتی که برخی از مردم ممکنه بخوان بمباران کنه، میگه گفتی که برخی از مردم ممکن است بخوان بمباران شون، میگه در طول عمرم چنین چیزی نشنیدم، چنین چیزی ندیدم. مزه میگه که people of Iran want to be, I'm saying that they're the people outside. من نگفتم مردم ایران، منظورم مردم خارج از ایران، یعنی اون مردمی که به عنوان ایرانیان خارج نشین شناخته میشن، میخوان که کسی آنها را از دست رژیم برهاند، رها بده. Iran, that are in the Iranian diaspora, bingo, want someone to get rid of the regime. They think that that'll just oust the regime. But we've seen. They're going to say that. الان اومده میگه که اونا میخوان که جنگ فقط رژیم رو از بین ببره. اینجوری کار نمیکنه، جنگ اینجوری نیست. همونجوری که گفتید، البته یه چیز بگم، این مز جبرانی خودش من یادم نمیاد، من یادم نمیاد مثلا مسیح قومی کلا اینا گفته باشه ای بیاین به ایران حمله کنید و فلان، اما تو اون گروه ها تظاهرات میکنه، هر اون نفهم میشه بالاخره دلغه که چیز دیگه با چهار تا تیکه های بقالی اینا، چون زبان انگلیسی هم تو زبان انگلیسی جو گفتن سخته، خصوصا تو محتوا شکل میگیره، تو زبان فارسی اینا مخصوصا بیشتر میان روی فرم، همین شوخی های و تنبونی ها اینا میکنن، یه عده براشون میخندن و اینا، یاد خونه و وطن و این چیزا میافتن و عقل آنچنانی نداره دیگه. درسته تو اون تجمعات بوده و بعضی وقتا هست، اما خب اینو باید بگم، شاید هم نمیدونسته، شاید نمیدونه، ولی خودش هیچ وقت نگفته که مثلا بیاین تحریم کنید و فلان. با اونا میشینه، با اونا میراد بیرون، مثلا میگه یک و دو و سه و چهار سپاه تروریستی بده، اینجوری میکنه. اما من شخصا نمیدونم، چون دنبالش هم نمیکنم، میخوام فقط منصفانه باشم، من ندیدم خودم که خودش بگه بیان ایران رو بمباران کنید. اما از اون طرف اونقدر هم غیرت ندارن و اونایی که میگن ایران رو بمب کنید نشینن باشون تظاهرات نرن، تو تجمعاتشون شرکت نکنن، اونقدر هم با غیرت نیست لاقل بیاد بگه
محکوم کنه حمله به سفارت ایرانو، به قولی ظلمایی که به ایران شده توسط آمریکایی فلان، چون زیر پرچم آمریکا قسم خوردن. یا اون یکی اون یهودیه که تو انگلیسه، به قولی بریتیش ایرانیان، اون اسرائیلی که تو انگلیسه مثلا کمدین و فلانه، اینا خب اون که اسرائیلیه چی، ولی اینایی که ادعای چیز میکنن اونم میگه ایرانی هم، ولی خب نیست، یه اسرائیلیه که فقط یه به قول یه زمانی اجدادشون تو ایران بوده، یا اون دختره که تو برنامه پیز مورگان بود، یا اون یکی که مکس مینیموم چی بود، مینیموم حامد بود چی بود، اون کاناداییه با علی کریمی مصاحبه میکرد. خب اینا برعکسش انجام نمیدن، یعنی سکوت میکنن در برابر اینهایی که الان به قولی جریان اصلی تجمعات و تظاهرات ضد ایرانی، تجزیه طلبا، مسیح قومی کلا، اینها بودن دیگه. تو اونا برای اونا که پاسگل دادید، که تو تجمعات زن زندگی آزادی که مال کومولو، تجزیه طلبا، مجاهد و فلان و بهمان و اینا بود شرکت کردید، که جزء اونا با هم بودید، یه چیز بالا آوردید، چرا اینور به قول هیچ چیزی نداشتید؟ تا اینکه یه خارجی که ادعای ایرانی بودن نمیکنه بیاد بزنه تو دهنش، این مجبور شه تایید کنه، میگه آره همونطور که شما گفتید مشکل بمباران ایران این است که چند میلیون ایرانی بیگناه باید بمیرن. البته نمیتونید بمباران کنید، اینا بگم ها نمیتونن، به قولید این چیزای پوچ و واهی شونه، ولی فرضاً دیگه تو عالم کار رسانه many millions of innocent Iranians would have to die. I realized like then a lot of people left comments because they یعنی خیلی ها کامنت گذاشتن که ما در مورد پسر رضا پهلوی اظهار نظر میکردیم، کسی که جوری میچرخد انگار فکر میکند یه روزی میخواد پادشاه زمین بشه، میخواد یه روزی پادشاه بشه، به قولی شاه از مادر به دنیا اومده. بعضی ها کامنت گذاشته بودن که وای اون آدم خیلی بزرگیه، چی گفتید راجبش، ما یه دیکتاتور مثل اون میخواییم، و اگر اسرائیل از طرف ما ایران را بمباران کند عالی خواهد بود. Just like him and stuff, and they're like, yeah, it would be great if Israel bombed on our behalf. Hey, brother, if you're going to work for Israel, just say. Hey, داداش، اگه میخوای برای اسرائیل کار کنی، واضح بگو. یعنی اینجوری تو این در برابر این اینش برای من چیز دیگه. As you just said, the problem with bombing Iran is that, you know, how many millions of innocent Iranians would have to die. I realize like تازه مشکلشون هم همینه دیگه، اینکه بگن آره چند اینوسنت بخوان بمیرن. یعنی اگه کسی نمیره چیزی که بمب کنن، خلاصه مشخص قضیه. حالا منظورم چیه؟ بحث شکست است، شکست رژیم تو همه زمینه ها. ببین شاید تو یه چیزی مثل پشم و نمیدونم زز آبازی و این رأی منو پس بده و نمیدونم این چیزا، یا گشت ارشاد و فلان، که بتونن با مخاطبه داخل ایران سر و کله داشته باشن، بتونن یک سری اهدافی رو پیش ببرن این اپوزیسیون. اما با مخاطب خارج، انگلیسی و فلان، انگلیسی زبانه، مخاطب خارجی نمیتونن اون اهداف رو پیش ببرن. مثلا چی میخواد بشه؟ میخواد بگه مثلا او پلیس تو ایران میاد دختره رو به زور میکنه تو ون. خب میخندن بهش دیگه، میگه چی میگی؟ یعنی میکنه تو ون اصلا اینجا بهت حرف بزنه، تو خودت نری تو ون، با تیر میزنتت. این که مسخره است که. یا مثلا راجع به قانون حجاب، شما با فارسی زبون ها داخل ایران میتونی مثلا بگی این قوانین فلان و بمان و این چیزا، ولی اونجا میاد اونجا بهش بگه، میگه خب دیسنسی لا، آبسنس لا، آبسنس اکت، آبسنس پابلیکیشن، دیسنسیتی اکشن، این قوانین هستش. خب میخنده بهش، نمیتونه استفاده کنه. و افکار عمومی جهان تو قضیه فلسطین الان با اونم درگیره دیگه، اومد یه حرفی نمیتونه بزنه فقط واسه مخاطب داخل ایران، که یارو گوش میکنه میگه این مکس چی بود، جبرانی که فکر کنم جبرانی، که این همه مثلا بلیت فلان و اینا میان میگن نمیدونم ایرانی ها اینجا تعریف میکنن، امروز میخوایم بریم تئاتر، میخوایم بریم کمدی استنداپ فلان، نمیدونم این تروریست است. خب نمیتونه زندگی کنه، باید یه پاسخی هم واسه اونا داشته باشه. اینا واسه
کارکرد داخلی داشته مثل قضیه گشت ارشاد این صحبت ها و الان هم که تو اونم شکست میخورن چون میدانه افکار عمومی دنیا رو با خودش گرفت کشیده به خودش داره میبره، انگار که واقعا خورشید از غرب داره طلوع میکنه، خورشید فهمه. بگذاریم. اما این فارسی زبان داخلیه که براندازان خجالتی اپوزیسیون داخلی، خب ما اینو رمزگشایی کردیم و گفتیم آقا پروژه تعیین شد، بس سر پول و اینکه موشکا رو پولشو نده موشک درست کن، با اسرائیل نجنگ، به جاش بیا برو تاید و لباس چه میدونم پودر رقصشویی و مایه دستشویی و این چیزا بده به مردم. اینو ببینیم. روزی که ما نمیتونستیم یه پهباد پرتاب کنیم به سمت اسرائیل، مردم ایران راضی‌تر و خوشبخت‌تر و در آسایش و رفاه بهتری بودن. امیدشون نسبت به آینده چی بود؟ تا الان که ظرف چند ساعت 300 تا پهباد و موشک نقطه زن و نمیدونم اینا شلیک میکنیم به سمت اسرائیل. هند و پاکستان سالها با هم میجنگیدن تا اینکه پاکستان رفت بمب ساخت، مشکل حل شد. شاید ایران بشه پاکستان برای اسرائیل. ما بودیم که دشمنی با اسرائیل رو شروع کردیم، ما بودیم که دشمنی با آمریکا رو شروع کردیم، بعد وقت شما میگه ما بریم سلاح. یعنی آدم میمونه. ببین الان این چون تو زبان فارسی داره حرف میزنه، این اون رسانه به قول ایتار تروریست داره میاره بالا، یه کانال یوتیوبیه که مثلا این استاد دانشگاه اون استاد دانشگاه هرچی چیزه رو پر... یعنی حالا ولش کن چون بعضی هم میان آدم های شخصی هست به اونا یه موقع توهین نشه. ما با آمریکا دشمنی شروع کردیم، ما کودتای 28 مرداد تو آمریکا رو انداختیم و دولت دموکرات مصدق رو زدیم زمین، ما بودیم که با هواپیما هلیکوپتر جنگی 5 اردیبهشت اومدیم توی طبس میخواستیم عملیات نظامی کنیم بر علیه ایران، ما بودیم که یه ایجنت تو منطقه تعریف کرده بودیم، یه گاو شیرده تمام دارایی های ایران رو داشتیم میخوردیم، ایران داشت برامون نقش بازی میکرد در برابر انگلیسی ها واسه اون کار میکرد، ما بودیم که به قولی پترو دالر رو زنده نگه داشتیم واسهش زد زیر بامون، ما بودیم که شامی شاهم از ایران که خارج شد همه آمریکا راش ندادند بردنش فلانجا فرح کشتش تا خودش رو طولش باشه بره اونجا، ما بودیم که 8 سال از صدام سلاح‌های شیمیایی به صدام میدادیم، حلبچه شیمیایی میزد رو سر مردم، میومد تو تهران بمبارون میکرد و میرفت، ما بودیم که هواپیمای F-18ی که به شاه فروخته بودیم پولش رو گرفته بودیم بعدن دادیم فرح زنش ببره بده صدام بیاد ایران رو بمبارون کنه، ما بودیم که داعش تو منطقه ایجاد کردیم، ما بودیم که تمام تجهیزات داعش توییتای فلان و نمیدونم اینا دستش بود، ما بودیم که یه میلیتری بیس به قولی نامشروط و منطقه ایجاد کردیم، ما بودیم 45 سال ایران 70 سال ایران رو تحریم کردیم، ما بودیم که به بهونه نجات ایران از قحطی با خریت شاه‌های قاجار و پهلوی و به قولی رزالت و وحشی بودن انگلیسی ها بهایی ها نیمی از مردم ها به قولی قتل عام شدن تو قحطی، بعد اومدیم با مثلا نجات دست اونا از چنگ اونا به دندون گرگ انداختیم خونه این مملکت رو خوردیم، ما بودیم 45 سال داروی بچه های کودک های به قولی پروانه ای رو تحریم کردیم، ما بودیم 127 کانال فارسی زبون بر علیه اونا، حالا انگلیسی زبون بر علیه اونا درست کردیم، یه عم کوبیدن بکوبیم تو سرشون که شما بدبختید، شما مردم فقیرید ذلیلید بدبختید خودکشی کنید گل بکشید فمینیست بازی کنید از کشور فرار کنید، ما بودیم این همه القای بدبختی بهشون کردیم، ما بودیم که رفتیم تو خلیج خوکا خلیج مکزیک دور تا دورشون پایگاه نظامی زدیم، ما بودیم که اومدیم تو نقشمون نوشتیم اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات نصف تا بلوچستان کشوندیم توش، ما بودیم که تو کتابمون آوردیم که فقط یهودی ها آدمن باقی همه سوسکن باید کشتشن باید نوکرشون باشن، حالا اسرائیلی ها رو نگفتم آمریکایی ها رو گفتم، تازه این اسرائیلی که
واضح و مشخص ما بودیم صادق زیبا کلام ها برای آمریکایی‌ها درست کردیم گند بزنن به امید و باور و اعتماد مردم. ما بودیم که این همه یه کاری کردیم برادر به جون برادر بیفته به خاطر پشم و دروغ و یه فری مسائل ناواقعی. کذاب زشت کلام برازندت آقای بیش آقا که هم بگم آقای بیشرف هم به آقای به کلمه به قول هرچی مرده تو چیز میشه هم به بیشرفات و این میشه همون کذاب زشت کلام برازندت. هسته‌ای تولید بکنیم که ما بودیم جلوی... که صدها کلاهک هسته‌ای داریم الان و هر روز داریم تهدید میکنیم میگیم ایران دشمن ماست باید بزنیم. صدها کلاهک هسته‌ای داریم. ما ایم که دانشمندای شما را میایم اسرائیلیا را میریم تو خاکشون ترور میکنیم. ما ایم که هی هر روز زن زندگی آزادی و رأی من و فلان و کوفت درمان هی شلوغی آشوب را میندازیم مدیریت میکنیم طراحی میکنیم تو کشورهای اونا. ما ایم که دانشمند یک فرد علمی هنوز که هنوز جهان به اوپنهایر و نمیدونم به انیشتین و به تسلا به اینا احترام میذاره. حتی اگه بمب اتم حاصل کارهای اونها باشه هیچ کی نمیاد بگه او انیشتین فلانی تو بمب درست کردی. چرا؟ چون صهیونیست داره. دانشمند تو رو وسط استاد دانشگاه رو وسط تهران ترور کردن جلو زن و بچهش. استاد فیزیک بود ترور میکردن. ما شروع کردیم جنگو بی شرف بی این وحشی ها رو بگیریم این دیوونه ها رو بگیریم اینا با ما حمله نکنن. نه آقا جون شما برو جلو خودتو بگیر فردا جمهوری اسلامی تو نابود کن. فکر میکنی مشکل فلسطین با اسرائیل حل میشه مشکل اسرائیل با منطقه حل میشه؟ نه. حالا تو جمهوری اسلامی رو هر چی مقصر بدون این دعوا 70 سال عمر داره جمهوری اسلامی 45 سال عمر داره. دشمنی ها و مشکلات رو میشینن از طریق گفتگو حل میکنن. در دنیای همونجوری که اسرائیل و حماس داره از طریق گفتگو حل میکنه همونطوری که آمریکایی ها غربی ها به گفته اعتراف که نه به گفته خودشون تو مناظرات انتخاباتیشون همین الان ترامپ دوباره هفته پیش گفت دوباره صحبت کرد داعش ایجاد کردن برای مقابله طالبان ایجاد کردن برای مقابله با شوروی داعش ایجاد کردن برای مقابله با اسد و فلان و ایران با گفتگو حل کردن. بمبایی که انداختن تو هیروشیما به قولی ناکازاکی بمب اتمی انداختن مذاکره بود. سفارت کنسولگری ایران خاکت تو سوریه زد یعنی مذاکره بود. یعنی 8 سال با صدام باید مذاکره کردن. یادم یاد پدرش میافته پدر معنویش که دنیای فردا دنیای موشکا نیست دنیای پوشکاست دنیای گفتگوست میزنه بقیهش داستانه. اون فهمید این نفهمید. هوشنگ امیر احمدی رسمن آمریکایی فارسی زبونه به خاطر اون به قولی حالا ریشش فلان اینا خودش هم شهروند آمریکایی میدونه اصلا تو چیز اونا کار میکنه برای اونا کار میکنه تو دولت اونا کار میکرد. باز واقعیت نمیتونه رد کنه که این اینجا نشسته قرومساق یه زرایی میزنه. شما با اسرائیل دعوا رو انداختید؟ حتما ما بودیم که پیغمبر اینا اصلا از قدیم هم نگاه کنی ما بودیم 70 تا 500 هزار تا ایرانی گفته میشه تو افسانه های اینا سا دروغ ها اینا قلعه اینا همیشه چیز ما بودن ها این داره الکی چیز میکنن دروغ میگن چیز کردیم فلان کردیم چیزی نکردن نتونستن 70 هزار نصف من جمعیت اون زنده اون دنیا رو مثلا میگن تا 500 هزار تا ایرانی کشتن هر سال دارن جشن میگیرن 3000 سال دارن جشن میگیرن بی شرف 3000 سال دارن ایرانی کشون جشن میگیرن بعد میگی شما دشمنی با اونا شروع کردی
ما بودیم که به خاطر اینکه ساواک و موساد درست کرده بود اسناد دسترسی داشتیم، هی دهن ممرزا پهلوی هم چیز کردیم که جای ممرزا به قولی فریب خورد دیگه. اون فکر میکرد میخواد ایجنت آمریکا باشه، یه ها آمریکا گفت نه اسرائیل بچه عزیز کرده منه. اقتصادی شد عربا، امنیتی شد اسرائیل، سرش به کلا موند اینجا. تا عقلش وا شد رفتم تا شوروی واسش ذوب آهن آوردن زدن. از شوروی هم کثافت بود. به قول امام شوروی از آمریکا بدتر، آمریکا از شوروی بدتر. ذوب آهن نمیشه بلایی سر چیز آورد، چه جایی درست کردن، چه بلایی سرمون آوردن با این چیز خودشون. بگذاریم، حالا حرفم اینا نیست. میخوام روزی که ما نمیتونست، اما ما ملت کوروش داریوش کبیر، ما مردم آیت الله عظما داریوش بزرگ و آیت الله عظما خامنه ای کبیر، یه زمانی از مظلوم دفاع میکردیم، یه زمانی از حق خودمون و حق مظلومای دیگه دفاع میکردیم و زیر بار حرف زور نمیرفتیم که خیلی از اینهایی که همین الان مثلا توی دنیا تازه چشمامشون باز شده الحمدلله و ماشاءالله دمشون هم گرم، اصلا خبر نداشتن چی بوده که تو هر عرصه ما بیدیدیم. اینم خوشگیر فلسطینه که چون مربی نداره آقای قادر بالی تبار باش کار میکنه گرمش کنه. آقای دبیر از دست خواهش کرد بیاد چون مربی نداره، تنها اومده. حتی میبینید تو همین دعواهشون که با دبیر دارن، رسول خادم ها یه ها اونجوری چیز ما، تو پهلوانی؟ رسول خادم پهلوانه؟ چی کار کردی تو؟ ما موندیم مرام پهلوانی هم نمردیم و فهمیدیم، یه جوری شعرهای حماسی روش میذارن گنده کنن فقط. چرا؟ چون بچه تیری مذهبی میزنه بخاطر این حرکتاش. همین الان آسیا قهرمان شدیم، این همه مقامی آوردی که خیلی ها چیز نکردن، صرفا بخاطر اعتقاداتش میریزن سرش. امثال زیبا کلام پروژه طراحی میکنن. خب رسول خادمم یه عمر به قولی کشتی خودمون تو باشگاه بزرگ شدیم دیگه، دیدی که چیز عقلی نیست که جسمی بدنیه دیگه. اینجوری نیست که هر کی فقط باشگاه میره به قولی دانشمند میفهمه مسائل، راحت میشه خرش کرد، خصوصا اگه اینکه مرام مشتیگری پهلوانیشو ازش بدنن تو اون فکرها نباشه. چون باز کشتی مردونگی پهلوانی این مراما این چیزا میاد طرف محکم میشه. واسه ما چیز درست میکنم، تو همه ی عرصا دشمنی کردین با ما، چشم ندارن خوب یه کوچکترین موفقیت تو این مملکت ببینن، چشم ندارن ببینن، فقط الغای همه دزدن، همه بدبختی، همه فلانن، همه چیزن، همه فقط خوب اینه که شبیه خارجی ها باشیم. چرا؟ کار رسانه، ببین فیلم سریال درست کرده باش گریه میکنی، مثلا باش شاد میشی، مثلا یه تیم ورزشی و سریالش رو درست میکنن، تو عرق و علاقه ای که به اون ورزش داری باعث میشه اون تیم توی فیلمه میبره، مثلا تیم مثلا چه میدونم کاراته است، والیباله، هرچی بسکتبال میبره، تو عشق بسکتبالی، با اون بالا میری میبازه نارد تو سریال، با اینکه میدونی سریاله، تو همون سریال حتما یه بازیکانی داره که عشقش همجنسشه، همجنسگرایی بکنه تو مخت، بعد چقدر قهرمانن اینو قبول کردن. نمیدونم اون یکی چیز داره که ازدواج نمیدونم فلان داره، اون یکی نمیدونم مدل زندگی هایی که اصلا واقعی نیست. تو سریالاشون آدم ها میرن تو پاپ میشه، تو بار و پاپ به قول پاپ تو بار و دیسکو کلوب و این چیزا، مثلا هی هر روز میرن بار، مثلا همه رفیقن با هم، 7-8 رفیق هر روز اونجا با هم حرف میزنن، رفیقای خوبی دارن که از حال هم دیگه خبر دارن، مشکلای همو حل میکنن، بعد میرن مثلا جشن میگیرن، بعد مثلا عاشق میشن فلان میشن، از چیزایی که تو زندگی واقعی خارجی نیست. تو جزایر تنهایی در کنار هم فلان، به قولی چیزی که تو اینجا میدن تو مخ بچه نمیدونه زندگی چیه، که فکر میکنه مثلا ما چقدر بدبختیم، ما اینجا قهوه خونه داریم میریم اینجا همه با هم دعوا دارن، اون فلان داره فمان داره، اونجا رو ببین چقدر ندیدن که چی میفهمه که تو اینجا تو قهوه خونه میری 4 نفر رو میشناسی، هر طوری میبینی سلام میکنی، دعوا میکنی، اهمیت داری، انگار نه انگار یه موجودی بغلت اونجا فقط هست، هیچی نمیفهمه. نمیخوام کار فرنگی حرف فرنگی رو بزنم،
مخشو شستن، داغون کردن، زندگیشو ازش گرفتن. تو بهترین جای دنیا احساس بدبختی داریم، تروریسم روانی روحی انجام، جنایات روحی اینجا انجام دادن که تو غزه هیچ جای دنیا انجام ندادن. تو غزه دیده میشه مرگ‌ها، اینجا مرگ‌ها دیده نمیشه. بچه 17 18 ساله از زندگی ناامیدش کردن با این به قولی عملیات روانی که تو ایران انجام میدن. پسر بچه نشسته تو خونش 100 متر خونش، 80 متر خونش، 70 متر خونش، دیگه کم کمش 50 متر خونش. آب خوردن میره دستشویی، با آب خوردن میره حموم، نمیدونم سر سفرش ماست هست، سبزی هم هست، سالات هست، ترشی هم هست، دوغ هست، نوشابه هم هست، برنج هست، نون هم هست. بعد احساس بدبختی میکنه روش، کجا جایی که نشسته کفش خونش رو یا پارکت یا سرامیک یا سنگ زینتیه روی اون فرش عیونی ایرانی انداخته، تازه به اون راضی نشده روش مبل میذاره باز، بعد میگه من بدبختم. چل چراغ تو خونهشون روشن میکنن، شباشون مثل روز روشنه، توفت و من پول برق آب میدن، بعد میگه من بدبختم، احساس فقر و بدبختی و افسردگی میکنن. این اصل جنایته که تو ایران کردن. میلیون ها بدبخت آدم و آدمایی که میتونن شاد بغل هم مهربون و حریص نباشن، طمع نداشته باشن، حرص نزنن، عصبی نباشن، کاری کردن که به جون هم میافتن. خیلی ساده شو، وای با حال اون آشوبایی که به پا میکنن، بعد ما با اونا دشمنی داریم. لعنت بر هر چه غرب گدا، اجنبی پرست خود ذلیل. لعنت بر هر کسی، لعنت بر هر کسی که خود ذلیل و اجنبی پرسته. لعنت بر هر کسی که الغای بدبختی و ناامیدی توی مملکت کرده. اینها قاتلن. ببین اون دنیا باید جواب بدن، امیدوارم تو این دنیا هم جواب بدن، جوری جواب بدن که درس عبرت شن، چشم مردم باشه. به حق گلوی بریده علی اصغر، به حق گلوی بریده علی اصغر، امثال مایوس نادان تو همین دنیا طوری درس عبرت دیگرون بشن که خودشون مود به قولی دست عدالت الهی نشون بده. البته اگر هدایت شدنی هم از سایه هدایت بشن، در قبل از اینکه جنایات بیشتری به بار بیارن که به بار گناهاشون زیاد بشه، خائن تر به مملکت بشن، انشاءالله خدا همه رو هدایت کنه. اما اگه هدایت شدنی نیستن، جوری درس عبرت بشن، جوری نشانه دست قدرت الهی بشن، مثل اون مردم قوم لوط که بعد از هزاران سال به قولی چیزش باقی بمونه برای یه درس عبرت بشن، تک تک زندگی شخصیشون، نه در وسعت جمعی که تر و خشک بسوزه، نه در شرایطی که بلا به خاطر کثافت بودن چند نفر، خصوصا بلای ناشکری که الان میبینیم بلا نازل شده، بلای ناشکری تر و خشک داره میسوزونه، تر و خشک داره تو مشکلات روحی و بدبختی و عصبانیت و حرص و داره میسوزونه تر و خشکو، بعضاب بیاد تر و خشک میسوزه. یعنی این افرادی که به قولیم دلیل این مسائل اینجوری هن، امیدوارم که البته خدا همه رو هدایت کنه، اما اگه هدایت شدن نیستن شخصی عذابشون کنه، نه جمعی، و هر کدوم باعث حتی درس عبرت بشن، چشم چهار نفر باز بشه. و بالاخره تو اون اصل دعوای جنگ اصلی به قولی خیلی حرف بگذاریم، خدا رحم کنه به هم. یا الله زیاد شد، میذارم یه وقت دیگه راجع به احیای داعش تو سوریه، کاری که داره اتفاق میفته، یه بحث دیگه از ژئوپلیتیک به قولی مسئله نظامی و جغرافیای سیاسی بگذاریم. امیدوارم هر جسید خوب و خوش و خرم باشید، محکم باشید. زندگی هیچ وقت قرار نبوده راحت و به قولی تیتیشی و توهمی فانتزی فیلم ها اینا باشه، نه، قرار بوده شاکر باشیم، قانع باشیم و محکم باشیم. قرار نبوده کسی بیاد برات داداش بزرگه باشه، قرار بوده تو داداش بزرگه همه باشی.
در جلسه دالتون خوب و خوش خورم باشه و این افسون ساحران مدرن و این جادوگرها، این قوم، این کفار، اینها روتون تأثیر نذاره و محکم باشید و شاد باشید و شادی مهم نیست، شاد و غمی، شاداب باشید و سرزنده باشید. ولی مخلصیم، شبتون بخیر، عزت زیادی، عالی مدد.